سلام عزیزان خوش آمدین به کانال آیا این باورهایی که در ذهن ما انباشته هست از کی شروع شده از زمانی که ما متولد شدیم که این ذهن ما خالی بوده خالی است هیچی نبوده نه چیزهای بد نه چیزهای خوب از اون زمان این با رفتارها و عملکردها نگاه های پدر مادر و معلم و تلویزیون و اینها حتی نگاه های جامعه از, از اون زمان ساخته شدن اینها شدن باور ذهنیت ما اینطوری شکل گرفتن ما شخصیتی که داریم اینطوری ساخته پرداخته شده پس ما اون زمانی که یک بچه کوچیک بودیم کنترلی روی ورودی ذهن نداشتیم که هر چیز را نپذیریم سالیان سال همینطوری اونقدر این باورها در این ناخداگاه ما ریشه دونده که همه کاش که اینا باورهای خوب بودیم مناسب بودی و سالیان از, از اون محیط چیزهای اینجا هم شده این نوع باورها این رفتارها یا نگریش ها ما را به سمت اون ایده ها یا شرایط همجنس با اونها هدایت میکنه یعنی ما هدایت که میشیم حالا حالا ما وقتی که دنبال خواسته ما هستیم یا هدف ما هستیم اینا با توجه با اون باورهایی که از قبل داریم به دست میاریم مثلا اینطوری مثلا وضعیت مالی ما یا وضعیت سلامتی یا در صلح بودن اینا همش برمیگرده به اون باورهایی که ما داریم پس در در تجربه زندگی ما اینها خودش پدیدار میشه اون باورهای ما خب ما این باورها را از اجداد ما یاد گرفتیم یا از هر کسی که اینجا توسط اونها اینجا تزریق شده حتی این باورها برای خودی اون اجداد ما هم هیچ کمک نکرده یعنی اون باورهای محدود اونها باعث شده که یعنی اونها هم یک زندگی خوبی نداشته همش در فقر و اینطور زندگی که می کرده برحال مثلا تا حالا اگر به ما گفته که زندگی فقیرانه خوبه ما, ما میپذیرفتیم ولی دیگه نمیپذیریم چون ما با چشم خودمان میبینیم که ثروت ارزشمند خوبه از جمله کسای نمونه در دنیا داریم مثل بیل که که انسانیست که اون ثروتش هم کمکی به خودش کرده هم به انسان ها و دانشگاه های ساختن که و صدها هزار انسان را تحت پوشش قرار دادن انسان هایی که بی بزاعت فقیر اونها را چقدر دست اونها را گرفتن پس ببین ثروت چقدر خوبه چقدر ارزشمنده پس ما این باور میسازیم که ثروت خوبه و این باور ما قدرت میدیم و و اینطوری اصلا قرارم نیستش که ما اون کارهایی که جامعه کردن ما اون رو دکته کنیم یا همرنگ اونها خود ما رو بسازیم اصلا ما باید کنترلی زندگی در اختیار خود ما باشه خود ما اون زندگی خوب را خلق کنیم خود ما میخوایم شاد باشیم زندگی چرا شاد نباشیم ما یک بار زندگی میکنیم اما یک بار زندگی خب چرا خوب زندگی نکنیم ما حتی اگر این طور باشه موجزه رو خواهد داد ما باوری برای خود ما بسازیم یا کارهایی بکنیم که برای پیشرفت ما برای بهتر بهبود بهتر شدن زندگی ما کمک کنه ما کاری بکنیم که مفید مفید باشه برای ما موثر باشه زندگی ما پیشرفت کنه پس ما چرا ارتحاش های منفی به جهان هستی بفرستیم مثل که همش به غم غصه و حس و جوش و حسادت و کینه اینا اگر در ذهن ما پر از اینها باشه پس دیگه جان نداره که برای تمرکز روی خوبی ها و شکرگزاری یا عشق ورزی این اینها باید اینجا جای یک از اینا باشد نه ای که وقتی که او با چیزهای منفی اینجا پور باشه خب دیگه جا نیست برای چیزهای مثبت خب درست این این باورها از دورای کوچکی بر ما ساخته شدن ای کاش که به جای اون باورهای نامناسب باورهای انباشته می شود یا اینجا فرو می شدن که همش مهارت های باشن مهارت مثل از قبیل مدیریت خوب زندگی کردن یا مدیریت ذهن مدیریت احساسات و هیجانات و بعضی از کشورها حالا اون آموزش پروریش یا روی مدارس خیلی تاکید دارن که مثل از جمله ژاپن که واقعا اول در مدارس تاکید داره اینه اولویتش بر اینه که ذهن را ذهن خلاق بسازه پرورش افکار را یا راهای کشف استعداد یا توانمندی را روی دانش آموزا دانشجوها یاد بده که وقتی که اگر اینطور شد او زمان دیگه ریاضی و تاریخ و علوم تجربی اینا آبخوردن میشه وقتی که ما ذهن یک زهن خلاق یا اون استاده ما را کش کنیم یا توانمندی ما را کش کنیم ای کاش از اون جامعه و اون اطرافیان ما یاد میدادن که ما باورهای بر ما ساخته میشد که ما انسان ها هم همه را هم دیگر رو دوست داشته باشیم عشق بورزیم به هم به جای اختلاف به جای که بگه این تعداد ممکنه کافر باشه یا او تعداد دیگه او جامعه دیگه ممکنه کافر نباشه یا هشت میلیارد انسانی که روی این کره خاکی هستیم از قبایل مختلف اینا همه برای ما کاش میگفتن که اینا همه گل های رنگ آرنگی هستن که همه آفرده یک خداین خداوند وقتی که ماها رو با, با یک چشم میبینه ما چرا تفاوت تفرقه ایجاد کنیم هم همینجوری میشه که دشمنی ایجاد میشه جنگ و خونریزی و پس ما اگر همه ما اینطور مثبت ببینیم مثبت بینگریم مثبت بیندیشیم جهان جایی بهتری میشه برای زندگی برای عشق ورزی اگر بعضی سازمان ها یا دولت ها یا در هر جای دنیا در هر کشوری اگر داد از دشمنی زد ما نپذیریم خب ما باور بسازیم برای خود ما که همه انسان ها هم اینطور باید باشه که در دیگه کن... ما در کنار هم هستیم ما یار آوری هم دیگه هستیم ما چرا ام... همش دشمن باشیم با هم دیگه اگر اینطور ما جهانی ببینیم جهانی فکر کنیم هدف جهانی داشته باشیم چقدر جهانی زیبا خواهیم داشت و همچو باورهای اگر برای خود ما بسازیم سرعت پیشرفت ما در زندگی انقدر اوجو می انقدر اوج میگیره انقدر پیشرفت ما سرعت پیدا میکنه واقعا موفق باشین باشین اگر دوست داشتین حمایت هم کنید لطفا این یک لایکی یک سبسکرایب و ویدئای ما رو شیر کنید ممنون میشم خداوند پشت و پناهی شما باشه امیدواریم که همه ما یک باور بسازیم که به هم سو هم جهت با اون خواسته ما باشه اینطوری نمیشه که ما اصلا باور ما یک چیز باشه اون خواسته و هدف و اینا چیز دیگه باشه که ما اینطوری اصلا جور در نمیاد که ما پس ما یک باور بسازیم که خیلی نزدیک به اون خواسته ما باشه به هدف ما باشه یعنی ما چه ما که معمولا هدفهایی داریم که همش خوبه یعنی مثبت بخوام زندگی ما خوب بشه میخوایم به ثروت برسیم به هر چی که میخوایم برسیم پس باور ما خیلی نزدیک به اون باشه همسو هم, هم جهت اگر اینطور بود ما خیلی سری به اون خواسته های ما میرسیم دریافت میکنیم واقعا اینطوری به هر حال موفق باشین معیت باشین خدا حافظ شما